سلام به شما دوستان هویچی، خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب دیگه از هویچ در خدمت شما هستیم. آیا تا به حال قبل از یک مصاحبه کاری یا اولین قرار ملاقات به خود قوت قلب داده اید و با خود صحبت کرده اید؟ خب پس شما در مسیر و جهت مناسب قرار گرفته اید. تحقیقات نشان می‌دهد که صحبت کردن با خود از لحاظ روانشناسی می‌تواند به موقعیت‌های استرس آور و رنج‌آور کمک کند و همچنین میتواند برای حل کردن مشکل انگیزه و اعتماد به نفس بدهد. در اینجا چند دلیلی هست که باید با خود صحبت کنید. اگرچه اولش احساس دیوانه بودن دارید، اما این حالت به ظاهر دیوانگی فوایدی دارد که باید بدانید. با هم ادامه این ویدیو رو میبینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. ما شاید نتوانیم واقعیت را عوض کنیم، اما یاد میگیریم که چگونه ذهن خود را عوض و مطالب را ذخیره کنیم. 1. انگیزه. با خود در بهترین روش زبان دوم یا سوم شخص صحبت کنید تا به خود انگیزه دهید و آماده شوید، به خصوص برای کاری که استرس آور است. به علاوه سعی کنید از هیچ جایی انگیزه نگیرید و فقط با صحبت کردن به خود قوت قلب بدهید. این بهترین انتخاب است. بعضی مواقع که برای درست انگیزه دادن با خود دعوا می‌کنیم، بیشتر از قبل استرس می‌گیریم. با حرف زدن با خود تمام چیزهایی که نیاز دارید تا اعتماد به نفس و انگیزه بگیرید را به خودتان می‌دهید. موقعیت‌های استرسا می‌تواند کمتر دلهره آور به نظر برسد. اگر سعی کنید و یک بار قوت قلب خوبی به خودتان بدهید، بعد از همه اینها هیچ کس نمی‌داند شما چه توانایی‌هایی بیشتر از خودتان. 2. کنترل احساسات. استرس بیش از حد میتواند دلیل احساس ترس شود. با صحبت کردن با خودتان توانا میشوید که چطور با احساسات خود برخورد کنید. صحبت کردن با خود به راحتی میتواند موقعیتی را ایجاد کند که تهدیدآمیز به نظر برسد و آن را به یک چالش تبدیل کند، مانند یک مصاحبه کاری یا اولین قرار ملاقاتتان که میتواند شما را در نظر رئیستان اعصاب خرد کن جلوه دهد. وقتی که شما توانایی کنترل کردن احساسات خود را با صحبت کردن با خود به دست بیاورید، احساس آرامش و آمادگی بیشتری در وظایف خود می‌کنید. این می‌تواند برای هر نوع احساسات کارآمد باشد، چه سرخوردگی باشد یا استرس و یا حتی ناراحتی. صحبت کردن با خود برای کنترل کردن احساسات به این معنی است که شما می‌توانید احساسات بیش از حد را کمتر و کنترل کنید. 3. دوره روانشناسی. خارج کردن خودتان از شرایط استرس‌زا سریع‌تر از هر چیزی شما را آرام می‌کند. اما اگر نمی‌توانید فیزیکی راه بروید، در این صورت صحبت کردن با خود به کمکتان می‌آید. زمانی که با خود صحبت می‌کنید، از زبان دوم و سوم شخص استفاده کنید. این تکنیک به شما کمک می‌کند که استرس زیاد خود را کنترل کنید و به ذهنتان این اجازه را می‌دهد که واضح و منطقی‌تر برای قدم بعدیتان تصمیم بگیرید. حل کردن مشکل می‌تواند دومین خاصیت آن باشد. زمانی که شما با خودتان صحبتی را می‌کنید، همان گونه باشید که با یک نفر دیگر انجام می‌دهید. نکاتی در مورد حرف زدن با خود. اگر شما خود را در مشکلات درمانده می‌دانید، با خود با صدای بلند صحبت کنید که برای رسیدن به جواب کمکتان می‌کند. شما همچنین باید به چگونه مدیریت کردن استرس و احساسات خود توجه کنید و در استرس آرام باشید. بنابراین چه کسی اهمیت می‌دهد اگر شما کمی احمق باشید؟ شما کسی هستید که خودش را در هر شرایطی به بهترین نحو آماده می‌کند. ممنون که تا انتها با هویچ همراه بودید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو تماشا کنید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویچ هواتون رو داره.